پسر ایش جی، به دوستم رتبه مارشالی ندهید. بکتاش ایش جی فرزند احمد ایش جی در نامه از عبدالله عبدالله خواسته است تا از پیشنهاد رتبه مارشالی بن جنرال عبدالرشید دوستم صرف نظر کند. او در این نامه از رئیس جمهور غنی نیز خواسته است که تا با این خواست تن ندهد. در غیر آن مردم اشرف غنی را نیز در فهرست ناقضان حقوق بشر خواهند شمرد. برای جزئیات مطلب لطفاً پگاه را تعقیب کنید. با سلام مجدد خدمت تمام بینندگان عزیز چینل پگاه. دوستان نهایت عزیز، شما را به تماشای یک ویدیو جدید از چینل پگاه خوش آمدید میگویم و برای حمایت از ما کافی است که فقط ویدیو ما را لایک کنید، چینل پگاه را سابسکرایب نمایید. اگر این ویدیو مورد پسندتان واقع شد، لطفاً آن را با دوستانتان نیز شریک سازید. ویدیو را با هم تماشا میکنیم و قضاوت آن را با بینندگان عزیز می سپاریم که آیا جنرال دوستم لیاقت رتبه مارشالی را دارد یا اینکه پسر ایش جی از روی خصومت شخصی نمی خواهد که دوستم به رتبه مارشالی برسد. چند روز پیش سخنگوی جنرال دوستم گفت که در طرح حل اختلاف های سیاسی میان عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی، دادن رتبه مارشالی به جنرال دوستم پیشنهاد شده است. جنرال دوستم از حامیان عبدالله عبدالله در انتخابات رئیس جمهوری بود. او متهم است که با احمد ایش جی بدرفتاری جنسی کرده است. بکتاش ایش جی که عضو مجلس نمایندگان نیز است میگوید که دادن رتبه مارشالی به جنرال دوستم در پی یک تفاهم سیاسی جنبه قانونی ندارد. از لحاظ قانون رتبه مارشالی با تفاهم سیاسی امکان ندارد که به کسی اهدا شود. رتبه مارشالی معنویت یک کشور است. بکتاش ایش جی می گوید که آنان انتظار داشتند که جنرال دوستم از سمت رسمی حکومت کنار زده شود تا پرونده بدرفتاری با پدرش از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی گردد. می خواهند برای خودشان یک مسئولیت را ایجاد بکنند که او مسئولیت رتبه مارشالی است. عتیق الله امرخیل نظامی پیشین نیز گفت کسانی که سواد ندارد ملیشی را بوده اند و کدام مکتب نظامی را هم نخوانده باشند، در جنگ های خارجی هم اشتراک نکرده باشند، او به هیچ صورت مارشال شده نمیتواند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از رهبران سیاسی کشور میخواهند تا اجازه ندهند در توافقهای سیاسی مسائل مربوط به حقوق بشر نادیده گرفته شود. ظاهرا یکی از دلایل تأخیر پیهم در امضای توافق میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله عدم توافق دو طرف درباره دادن رتبه مارشالی به جنرال دوستم است. احمد سعیدی استاد دانشگاه گفت امیدوار هستم که اهدای رتبه مارشالی به جنرال صاحب دوستم باعث تحکیم وحدت ملی گردد. حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم اما میگوید که جنرال دوستم تا کنون از سوی هیچ نهاد عدلی و قضایی که به نقض حقوق بشر متهم نشده است. جنرال دوستم در کنار متهم شدن به آزار اذیت جنسی احمد ایش جی، معاون پیشین جنبش ملی، 4 سال پیش به رفتار خشونت آمیز با اکبربای رئیس شورای ترکتباران افغانستان نیز متهم شد. با تشکر فراوان که همیشه بیننده چینل پگاه هستید، امید که مورد علاقه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا آماده و نشر ویدیوی بعدی، شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. روزگاران همگی تان خوش.